بریم سراغ انواع توابع، حالا با همین مقدار در موردشون اطلاعات بیشتر بگیریم، یادآوری هم داشته باشیم. خب اولین تابع، تابع گویاه، تابع کسریه، صورتش که چند جمله‌ایه، مخرجش هم یه چند جمله‌ای. ببین PX و QX جفتشون چند جمله‌ای هن. نکته چیه؟ چند جمله‌ای QX صفر نمیشه، مخرج صفر بشه گویا بودن زیر سوال میره. گرفتی چی شد؟ پس تابع گویا چیه؟ صورت و مخرج چند جمله‌ای، مخرج صفر نمیشه. مثل همون اعداد کسری که میگفتیم مخرجش نباید صفر باشه اعداد گویا. گرفتی چی شد؟ خب پس میتونم بگم دامنه گویا میشه R منهای ریشه های مخرج، یا چیزایی که مخرج رو صفر میکنن، اعدادی که مخرج رو صفر میکنن. مثال هم وسط آوردم، ببین چقدر ساده است. اینا توابع گویا هست، دامنش هم وسط آوردم اینجا. تابع یک ایکسوم معروفترین تابع گویاست، خیلی هم ساده است، صورتش یکه، مخرجش هم ایکس، چون عدد هم جزء چند جمله به حساب میانه، یادتون باشه جنسشون از همون چند جمله میتونه باشه، چرا که میتونسته یه متغیری داشته باشه به توان صفر است. کاری باش نداریم، توی کلاس های تشریحیمون، ویدیوی تشریحیمون کامل در مورد اینا صحبت کردیم، اینجا در مورد مسائل اضافه نمیخوایم صحبت کنیم، اینجا کلاس جمع‌بندی و خلاصه است، تمام چیزایی که واسه امتحان نیاز داری داریم بهت میگیم که در کمترین فرصت بهش برسی، پس یاد ما حرف نمیزنیم راجع به اونا. تابع یک ایکسوم رو بهش میگیم تابع پروانه‌ای. چرا؟ شکل شبیه پروانه میتونه باشه. دامنش چیه؟ دامنه یک ایکسوم هست آر منهای ریشه مخرج، ریشه مخرج چیه؟ صفر. تنها چیزی که میتونه مخرج اینو صفر کنه صفر. آر منهای صفر دامنشه. ناکن هیچ وقت نمیتونم صفر رو به عنوان ورودی بهش بدم، چون اصلا معلوم نیست، خروجی نداره، این نامفهومه، تعریف نشده است. این از تابع یک ایکسوم، اینجا واسط نوشتمش، پروانه هم میگیم. شکلش رو یاد بگیر، شکل یا نمودارش مهم است، یک ایکسوم رو یاد بگیر. اوکی؟ تو توابع گویا این به دردمون میخوره. این از این. بردش چیه؟ بچه خوب نگاه کن، هیچ وقت این خط من به محور ایکس ها نمیرسه، پس هیچ وقت تو ایگرگام، تو خروجیام من صفر رو ندارم به عنوان خروجی. نگاه کن پرانتز گذاشته، برد من میتونه هر چیزی غیر از صفر باشه، این خطه اینجوری میاد پایین تا به نزدیکی محور ایکس میرسه، تا نزدیکی صفر میرسه ایگرگ صفر، ولی ایگرگ صفر رو شامل نمیشه، واسه همین اینجا پرانتز گذاشتم. منفی بی نهایت ایگرگ رو بستش کن، بردش رو میخوام بفهمم دیگه، منفی بی نهایت تا صفر باز، اجتماعش با صفر باز تا مثبت بی نهایت، این صفر رو فقط توش نداره. به عنوان مثال دامنه این تابع رو بنویس، میشه آر گویاست دیگه، منهای ریشه مخرج چیه؟ مخرج و ریشه شو میخوام به دست بیارم، x به علاوه 2 رو مساوی صفر میذارم، 2 رو ببر اونور، x مساوی منفی 2، از آر منفی 2 رو حذفش کنم، هر چی که موند رو میتونم به تابم بدم به جز منفی 2، فقط منفی 2 رو حذف میکنم توش. اینم از دامنه f من در این سوال. اما بریم سراغ یک تابع مهم دیگه، تابع رادیکالی، ریشه دوم هم بهش میگیم. تابع رادیکالی نمودارش به این شکله، با استفاده از نقطه یابی میتونیم شکلش رو رسم کنیم. نکن زیر رادیکال میتونه منفی شه با فرج زوج؟ نه، تن کم حداقل چیزی که میتونم بهش بدم صفره، به ایکسش بدم صفر، ایگرگ هم میشه صفر، چیزای روند بهش بدم، یک بهش بدم، آره جذر داره میشه یک،
دیگه دو بهش ندم، سه بهش ندم، میشه رادیکال دو، رادیکال سه، اینا گنگه. چهار بهش میدم، چهار بهش بدم میشه رادیکال چهار دو. نه بهش بدم میشه رادیکال نه سه. بکن نقطه صفر و صفر، یک و یک، چهار و دو، همینجور داره ادامه پیدا میکنه. شیبش کم میشه، شکلش مهمه. اینم از این تیکش رو بلد باش، به شنقاطی رو میدیم. تابع رادیکالی اصلی رو بلد باش که بقیهش رو میگم چجوری رسم میکنیم. بقیه توابع رادیکالی به شکل‌های دیگه رو بهت یاد میدم چجوری رسم میکنیم، ولی بر اساس همین این. یعنی تو باید رادیکال x و y، ببین این الان نمودار اینه دیگه، y مساویه رادیکال x، تو باید این شکل رو بلد باشی که من بتونم بعدم باید کار کنم. دامنش چیه؟ آقا دامنه تابع رادیکالی، همه الان بهت میگم، هر آنچه زیر رادیکال بود بزرگتر یا مساوی صفر بذار. نامعادلش رو حل کن، مجموع جوابش بهت میده. الان برای این چی زیر رادیکال دارم؟ x دارم، x بزرگتر یا مساوی صفر. از صفر میتونم بدم تا مثبت بی نهایت. اینو به این شکل هم میتونم بنویسم. ما محورم بهت میگم، از صفر تو پورت ها مثبت میاد. هر آنچه زیر رادیکال بود بزرگتر یا مساوی صفر. اما بریم سراغ بردش. این از دامنش بود، دامنش تو زیر صفر حق نداشتی بهش بدی، اما بردش چی میشه؟ خب کاری نداره که، وصلش کن به محور ایگرگ ها، قضیه ادامه داره تا مثبت میاد. از چند شروع شد؟ از صفر. از صفر تا مثبت بی نهایت هم میشه بردش. گرفتی چی شد؟ خب دامنه توابع رادیکالی رو بهت گفتم، یه مثال با هم حل کنیم. اینجا نکتهش رو آوردم برات، هر آنچه زیر رادیکالی رو بزرگتر یا مساوی صفر میذاریم. خب دامنه تابع fx مساوی رادیکال x منهای 3 رو به دست بیار. هر آنچه زیر رادیکال هست بزرگتر یا مساوی صفر. نامعادله بلدی حل کنی، منفی 3 رو ببر اونور میشه x بزرگتر یا مساوی 3. دامنش این شد، یا به شکل دیگه میتونم بگم 3 بس 3 تا مثبت بی نهایت، یا تو همینه بنویسی کافیه، 3 بس 3 تا مثبت بی نهایت، تمام عدد رو میتونیم از 3 به بالا. گرفتی چی شد؟ این از این. هر آنچه زیر رادیکال رو داشتیم بزرگتر مساوی صفر گذاشتیم و دامنش رو هم به دست آوردیم. برای رسمش هم الان بهت میگم چی کار کنیم. دو تا راه داریم برای رسم هر تابعی، کلن روش های رسم دو تا راه داریم. یک، نقطه یابی، همون کاری که میذاشیم به x مقدار میدادیم y میگرفتیم، که ساده ترین کاره، ساده ترین که نمیشه گفت ساده، پایه‌ای ترین کاره، این بهتر شد، پایه‌ای ترین کاره. و دومیش روش انتقال هست که من میپسندم و قطعا برای شما خیلی راحت تره. براتون توضیح کامل رو نوشتم که چیکار باید بکنید برای انتقال، اما خب به صورت شفاهی خودم توضیح میدم. ما برای رسم مثلا همچین تابعی میتونیم از تابع مرجعش استفاده کنیم. تابع مرجع رادیکالی چیه؟ ایگرگ مساوی رادیکال ایکس. ایگرگ مساوی رادیکال ایکس رو نمودارش اینجا داشتیم، بلدیم رسمش کنیم. اینها اینه، کافیه اونو سه واحد به راست انتقالش بدیم میشه نموداری. گرفتی شد؟ اما نقطه یابی بخوام بکنم میگم کارم دشوارتر میشه. از دامنش، اول دامنشو به دست میارم، از سه شروع میکنم بهش مقدار دادن، مقدارهایی که جواب در واقع خروجی دقیق داشته باشن، که من ترجیح میدم از انتقال استفاده کنم. ببین برات خواص انتقالم آوردم، وقت گذاشتم واسه اینا رو هم آوردم یادآوری کنم، اگه یادت رفته باشم همینجا میتونی یاد بگیری. ببین برای اینکه y مساوی fx هر چی میخواد باشه بذارش کنار، fx اون شکلیه، مثلا اون شکلیه گذاشتمش کنار، fx منهای 1 رو میخوام رسم کنم، کافی همون نمودار fx رو یک واحد به راست انتقالش بدم رو محور x ها.
برای fx به علاوه 1 fx رو یک واحد به چپ انتقالش میدم. اگه داخل پرانتز منفی بود به راست، مثبت بود به چپ. برعکس انتقال عمودیه. در انتقال عمودی ببین بیرونش آوردم، داره ایگرگ ها رو تغییر میده. اینجا با ایکس ها سر کار داشت، اینجا با ایگرگ ها سر کار داره. اف ایکس به علاوه 1 یعنی نمودار اف ایکس رو همون مرتبه مرجعت رو یک واحد ببر بالا، اف ایکس منهای 1 یک واحد بیارش پایین. ممکنه ترکیبی هم کار کنه. این داره میگه نمودار اف ایکس رو دو واحد بده راست، سه واحد بده بالا، یک واحد بده چپ، دو واحد بده بالا. بیرون پرانتز مثبت بود برو بالا، منفی بود بیا پایین. این همین علامت. داخل پرانتز عکسش عمل کن، منفی بود برو سمت مثبتا. گرفتی چی شد؟ این از این مثال نمودار توابه زیرا به کمک انتقال رسم کنید. حواس به تخته، حواس به تخته. خب الان قسمت الف اول بریم. اینجا یه تابع رادیکالی دارم، طبق چیزایی که بهت گفتم باید الان بدونی ایکسش داره با چی جمع و تفریق میشه؟ با منفی 2. ایگرگش داره با منفی 1. میبینی این ایگرگ به هم میده، در واقع هست اف ایکس منهای 2 منهای 1. دو واحد اف ایکس رو به راست بده، یه واحد به پایین بده. حالا اف ایکس چی هست؟ اف ایکست در اصل اینه، رادیکال ایکس رو داشتم دیگه، یه همچی شکلی داشت. نقطه صفر و صفر نقاطش رو بذار، تا سه تا نقطه رو برو، یعنی این نقاط رو صفر یک چهار اینو برو مشخصشون کن. هر سه تا نقطه رو دو واحد بده به راست و یک واحدم بده به پایین. من اینو با آبی میکشم، دو واحد به راست، یک واحدم به پایین، یه همچین شکلی میشه. این شد با انتقال. خیلی سریع میخوام برات رسمش کنم. این یکی چی؟ تابع من چه جنسیه؟ درجه دوی دیگه، داره به توان دو میرسه. اف ایکس من چیه؟ ایکس به توان دو. این چیه؟ اف ایکس به علاوه 1. ببین داخله قبل از اینکه به توان دو برسه داخل پرانتز چه اتفاقی داره میفته؟ ایکس داره با 1 جمع میشه. بیرون پرانتز ایگرگ که به دست اومد، ایگرگ داره با 1 جمع میشه. یک واحد به چپ، یه واحد هم به بالا. تابع اصلی کدومه؟ اینو با آبی میکشم، اینم با قرمز میکشم. اینم نقطه یابیشو داشته باش، نقطه یابیشم بلدی. نقطه صفر و صفر رو بهش بده، اینم بهش بده، اینم بهش بده. همین چند تا هم بدی کفایت میکنه. دونه به دونه این نقاط رو یک واحد به چپ، یک واحد به بالا بده. یه واحد به چپ یعنی راستشه، یه واحدم بده به بالا. نفته اینجا بذار من اینو یه راست بزنم، این راستم یه واحد چپ یه واحد بالا. این دوتا نقطه ها چی؟ یه واحد چپ یه واحد بالا. به همین سادگی. دامنه و بردش هم اگه خواستی تعیین کنی همینا بهت بگم دیگه، دامنه و بردشون رو با بنفش میگم به تو. دامنه این در حالت عادی رادیکال ایکس از صفر بود تا مثبت بی نهایت. همینا جبریشو که میتونی به دست بیاری، ایکس و ایکس منهای 2 رو بزرگتر مساوی صفر بذار، میشه ایکس بزرگتر مساوی 2. از اون شکل چجوری بگم؟ وصلش کن به محور ایکس ها. الان از اینجا وصلش کنم به محور ایکس ها، از دو درگیر میکنه تا مثبت بی نهایت. دو تا مثبت بی نهایت بردشی در حالت عادی از صفر فوت تا مثبت بی نهایت. الان یه دونه اومده پایین، به محور ایگرک ها وصلش کن، از منفی یک تا مثبت بی نهایت. از روی شکل خیلی راحت میتونی بگی برده این چی؟ حالت عادی شده، یک کاری ندارم. ببینی از ایگرگ یک داره تا مثبت بی نهایت. دامنش چی؟
آره دو طرف وقتی فلش داره یعنی از این ور تو منفی بی نهایت داره میره، از این ور هم داره تو مثبت بی نهایت میره. اینم گفتم بهت بگم چیزی کم و کس نمونه. خب معادلات و توابع. آقا گاهی اوقات معادله بهت میده بر حسب دو تا متغیر، این معادله میتونه یک رابطه بهت بده که این رابطه یک تابع باشه، اما لزوماً اینطور نیست، میتونم اینجوری نباشه. خب برای مثال یه معادله اینجا داریم، معادله خط x علاوه y مساوی 2. اگر اینو مرتبش کنم میتونم به این شکل بنویسمش، یا به جای y‌اش حتی f x هم بذارم. خب این داره یه تابع رو به من نشون میده. چرا؟ به ازای هر x‌ی که بهش بدم دقیقاً یه خروجی بهم میده. اولین جمله این فصل رو تو جزوه برو نگاه کن ببین من چی گفتم. گفتم به ازای رابطه‌ای بین a و b که هر عضو مجموعه آ رو بیاد دقیقاً به یک عضو از بی وصل کنه، دقیقاً به یک عضو از بی، یعنی من یه ورودی بهش میدم دقیقاً یه دونه خروجی بهم بده. اینجا همینجور هست، پس این یه تابع است. اما ممکنه که ما به این شکل هم جای دیگه نداشته باشیم. ببین من اینجا مشخص کردم برات هر ایکس خاص دقیقاً یک ایگرگ به ما بده. الان دو تا مثال وسط آوردم قشنگ قضیه رو جا بدم. مرتبش کن، منفی x به توان 2 به علاوه y مساوی 4، y رو تنهاش کن، منفی x2 بره اونور میشه مثبت x2، 4 هم داشتیم اینجا سمت بود. خب من به x هر چی بدم به توان 2 میرسونه به علاوه 4 میکنه. به عبارتی میتونم بگم هر x دلخواه، هر x دلخواهی که بهش بدم یه y به من میده، یه دونه y خاص به من میده. اما اینجا رو نگاه کن، این ور رو تنها کنیم، ایگرگ رو تنهاش کن، ایگرگ دو رو ببر اون ور، چهار رو بیار این ور، ایکس منهای چهار مساویه ایگرگ به توان دو. فرقی نمی کنه من اینو این وری هم بنویسم، هیچ فرقی نمی کنه. خب من یه مقدار ایگرگ رو میخوام دیگه جذب بگیرم، میشه ایگرگ مساویه رادیکال ایکس منهای 4، نه مثبت و منفی رادیکال ایکس منهای 4. من نمیدونم مقدار این چقدره که یه یادآوری اینجا داشته باشیم، ایکس 2 میشد مساوی 4، ایکس میشد مساوی مثبت و منفی رادیکال 4 یا همون 2. چرا؟ چون هم منفی 2 به توان 2 میشه 4، هم مثبت 2 به توان 2 میشه 4، واسه همین اینو بهت گفتم. اما دقت کن، من یه x بهش میدم y دو تا مقدار بهم میده، هم مثبت این رادیکال هم منفی این رادیکال، پس این تابع نیست. اوکی؟ خیلی ساده است، یه اشاره به این بحث داشتیم که اگه سوالی چیزی دیدی ترس برات نداره. نکته مهم، معادلاتی که دو ضابطه دارند در صورتی تابع هستن. ببین معادله های یه ضابطه یو بهت گفتم چجوری بفهمی تابع هست یا نه. معادلاتی که دو ضابطه داشته باشن چجوری هن؟ در صورتی که دامنه هر کدوم از این ضابطه ها با بقیه اشتراک نداشته باشه وقت میتونیم بگیم تابع هست. الان اینجا تو تو دامنه هاشون، دامنه این و دامنه این، شروطشون اینه دیگه، اشتراک میبینی؟ بله اشتراک میبینم، مساوی صفر، خطی که گذاشی یعنی مساوی صفر، در x مساوی صفر اشتراک دارند. من صفر رو به این بدم چی بهم میده؟ الان f صفر به ازای ضابطه بالا میشه صفر به علاوه 3 یا 3، به ازای ضابطه پایین چون جفتشون هست دیگه وقتی مساوی داره من جفتش میتونم استفاده کنم، به پایینی بدم میشه صفر منهای 1 یا منفی 1. میشه به ازای یه ورودی، ورودی x مساوی صفر، من دو تا مقدار خروجی بگیرم؟ نه غلطه، تابع بودن رو زیر سوال میبره، پس تابع نیست. بریم سراغ یک مدل دیگه تابع، تابع جزء سعی و پله. کلن بحث تابع پله رو میخوام بهت معرفی کنم، داخل کتابت هم میتونی این رو بررسی بکنی. بهترینش، بهترین مثالی که میتونیم بزنیم یه پارکینگ عمومیه که به ازای مثلا ورودیت به پارکینگ
فلان قدر مبلغ پول میگیره و هر یک ساعت اضافه تر مثلا 3000 تومان شارژ میکنه. اینو بهش میگیم مثلا میتونیم بگیم یه تابع پله‌ای که در بازه‌های مختلف یک تابع ثابت داره. مثال میگم هر 2 ساعت یه بار شیبم صفره، مقدارم ثابته، یک تابع ثابت دارم. بذار اینجوری بهت بگم در واقع یک تابع چند ثابته‌ای دارم. طبق اینجا مثلا اینجا یه تابع پله‌ایه، یه تابع چند ثابته‌ای دارم، این ثابت این بازه هاشه، ده تا 12 و توی این بازه یک تابع ثابت دارم. تابع ثابت یا تابعزای هر ورودی توی اون بازه، هر ورودی بهش میدادی خروجی تغییر نمیکرد، یه چیز باقی میموند. توی این بازه 5 10 17 25 ما به این تابع میگیم تابع پله‌ای، به صورت پله‌ای عمل میکنه. از 0 تا 2 فرض کنیم اینجا 2 باشه، تابعمون 5. توی 0 بازه، توی 2 بسته است. دقت کن به این چیزا. از 2 باز تا 5 بسته مقدارش 10. از 2 باز تا 5 بسته. از 5 باز تا 10 بسته مقدارش 17. و همینطور ادامه داره. ما به این تابع میگیم تابع پله‌ای. پله پله داره افزایش پیدا میکنه، مقدار ثابتی داره. اما تابع جزء سعی یا براکت چیه؟ جفت اسمش درسته، هم جزء سعی هم براکت. تابع جزء سعی یک مدل خاص از همون پله‌ای است، یعنی شکل اینم به صورت پله‌ایه، با یک تفاوت، با یک تفاوت که بازه هایی که داره با هم برابرن، یعنی با یک ریتم بازهاش افزایش پیدا میکنه. نمیشه مثلا یکی یه بازش دوتایی باشه، یه بازش ستایی باشه، به یه بازش مثلا بین 0 تا 2 باشه، اون یکی بین 2 تا 10 باشه. نه اینجوری نیست، بازهاش یکی یکی برابره. و جزء سعی یک فرایندی رو انجام میده، تابع مثل کارخونه است دیگه، یک فرایندی رو جزء سعی انجام میده. اگر یه عدد حقیقی مثل ایکس رو بهش بدم، اگر عدد من صحیح بود خودشو میده بیرون، اگر صحیح نبود مثلا بین 2 تا 3 بود، اینجا بود، به بزرگترین عدد صحیح قبلش روندش میکنه. یعنی چی؟ مثلا 3 و خورده‌ایه، 3 و خورده‌ای اینجاست، روندش میکنه به 3. 9 و خورده‌ایه، روندش میکنه به 9. -1.5 روندش میکنه باز به این ور، به -2. ببین اینجا برات میکشم، این -2، این -1، -1.5 اینجاست، روندش میکنه به بزرگترین عدد صحیح قبلش، -2. -2.8 روندش میکنه به این ور، -3. هر جا شک برات داشت یه محور بکش، یه محور بکش، -2.5 مثلا، ببین بین چند رو چنده، به چپیه روندش کن. این کاریه که یک جزء صحیح داره با اعداد حقیقی ما انجام میده. نمودارش به چه شکله؟ من کافیه بیام در بازه‌ای که بهم داده x بین -2 تا 2 بازه، بیام یک واحد اینو جدا کنم. مگه من نمیگم اگر صحیح باشه همونو میده بیرون، اگه بین 2 تا عدد صحیح باشه روندش میکنه؟ پس اینو باید یک واحد تنظیمش کنم دیگه. چجوری؟ به این شکل میام میگم x بین -2 تا دیگه مساوی براش نمیذارم، تا -1. بین -2 بسته تا -1 باز مقدار جزء صحیح من یک چیز خواهد بود، -2.
منفی دو بهش بدم، منفی دو میگیرم. منفی دو و نیم بهش ببخشید، منفی یک و نیم بهش بدم، منفی دو میگیرم. منفی یک و هشت دوامش بدم، هر چیزی این تو باشه، منفی دو بهم خروجی میده. بازه بعدی، منفی یک بسته تا صفر، هر چی از این بهش بدم منفی یک رو به من میده. اما چرا مثلا صفر رو بهش ندادم؟ چرا؟ چون که هر چی توی این بازه است بهش بدم منفی یک رو میگیره، اما اگه صفر رو بهش بدم میره تو عدد صحیح بعدی، اون وقت یه خروجیش منفی یک نمیشه، میشه صفر. از صفر تا، یاد باشه دومیه هیچ وقت مساوی نداره، از صفر تا یک رو بهش بدم صفر میگیرم، اینور یه گرد میشه، روبه اینور گرد میشه. از یک تا دورم بهش بدم یک میگیرم. اگر اینجا مساوی داشت و به عبارت اینجا کروشه داشت دو رو هم حساب میکرد، اینجا به این شکل اضافهش میکردم، میگفتم دورم بهش بدم چجوری میشه، میشه دو. اما اینطور نیست، در اینجا به من گفته تا دو باز، پس تا همینجا کافیه. بریم سراغ نمودارش. خب بین منفی دو بسته تا منفی یک باز، بازه رو اینجوری بگو که تو پورتو خالیشو حواست باشه، منفی دو بسته تا منفی یک خروجی منفی دوه، منفی دو بسته تا منفی یک باز خروجی منفی دوه، منفی یک بسته تا صفر خروجی منفی یک، منفی یک بسته تا صفر خروجی منفی یک، صفر بسته تا یک خروجیم صفره، صفر بسته تا یک باز خروجیم صفره، یک بسته تا دو باز خروجیم یک، یک بسته تا دو باز خروجیم یک. تمام. پس نمودار جزء صحیح فهمیدی چجوری میتونم رسم کنم. حال حالت های دیگه‌ش هم بهت میگم، جا داره نگران نباش، فول فول میشی. هر سوالی بهت بدن از رسم نمودار تابع جزء صحیح همه رو میتونی اوکی کنی، اصلا نگران نباش. خب بریم سراغ خواص و ویژگی های جزء صحیح. چند تا ویژگی داره بهت میگم، چیزای بدیهی هم هست و کاملا اوکیه. آقا جزء صحیح یک عدد کوچیکتر یا مساوی اون عدده، همواره این اتفاق میفته. برای مثال جزء صحیح دو، خب میشه دو، جزء صحیح دو نیم میشه دو. الان فرض کنیم این دو نیم باشه، اینم جزء صحیح دو نیم. جزء صحیح دو نیم مگه نمیشه دو؟ طبق چیزی که الان بهت گفتم، خب این میتونه کوچیکتر از دو نیم باشه دیگه، گرفتی شد؟ اگر صحیح نباشه کوچیکتره، اگر هم صحیح باشه با هم مساویه، واسه همینی خط مساوی گذاشته. خب در همین حد بدون، یک خاصیتیه که بهش فکر کنی یعنی بدیهیه، کاری باش نداریم. چیزایی که واسه ما مهمن، یکی اینه جزء صحیح x مساوی هر عددی شد، میتونم بگم x بین همون عدد تا یک به علاوه اونه. نمیدونم چی کار میخوای بکنی ولی این خیلی مهمه، ستاره زدم برات، تو هم تو جزوات ستاره بزن. برای مثال جزء صحیح 2x مساوی 7 شده، پس من میتونم بگم هر آنچه که داخل این جزء صحیح هست بزرگتر یا مساوی همین 7 است و 7 به علاوه 1. حالا دیگه سادهش کن، x هم در میاد توش، کاری نداریم. برعکس اینم میتونم نتیجه بگیرم ها، حواست باشه، ممکنه اینو داشته باشم به این برسم. من اینجا یه فلش وسط میذارم، حواست باشه، اینم خود تو جزوات بذار، برعکس، برعکسش هم ممکنه. اگر همچین چیزی داشته باشم x هم بزرگتر یا مساوی 11 و 11 به علاوه 1 باشه، میتونم بگم جزء صحیح این ایکس هرچی که این وسط هست برابر این 11 هست. برعکسش اومدم، اینو داشتم به این رسیدم. اوکی؟ خب پس برعکسش هم مهمه، این مثالش هم حواست باشه.
آقا اگر ایکس من داخل جزء صحیح با یه عدد صحیح جمع شد، این کاه ناکن ایکس برابر کاه شده، این کاه صحیحه. میتونم کاه را داخلش در بیارم. ببین مثلا دو ایکس علاوه 3 دارم داخل جزء صحیح، میتونم 3 رو در بیارم، 3 صحیحه دیگه، بنویسم جزء صحیح 2 ایکس به اضافه 3. اوکی. و اما یه تابع معروف هست از جزء صحیح داخلش استفاده شده، براکت ایکس به اضافه براکت منفی ایکس. اگر ایکست صحیح بود، ایکس هم صحیح باشه چی میشه؟ خودش میاد بیرون دیگه، خود ایکس از این میاد بیرون، اینم خود منفی ایکس میاد بیرون، ایکس منفی ایکس میشه صفر. پس به ازای ایکس های صحیح مقدار خروجی صفر رو دارم. اما اگه صحیح نبود چی؟ بین این صحیح ها ورودی داشتم، میشه منفی یک. میبینی اینجاها رو رنگی کرده برای من، بینش رو تو خالی گذاشته، رفته بالا. این از خواص جزء صحیح. با فرض مثال دارم ها، مثال دارم میگم، با فرض صحیح نبودن x حاصل این عبارت رو بنویس. خب مگه منفی 3 صحیح نیست؟ منفی 3 رو داخلش در بیار، میشه براکت x منهای 3. مگه مثبت 2 صحیح نیست؟ میشه به علاوه براکت x به علاوه 2، براکت منفی x رو سعی میکنم منفیش رو جا نندازیم، خیلی با دقت بنویسید. خب من اینو یکم مرتبش میکنم، همینجا می‌نویسم. اینو یکم مرتبش کنم، براکت x رو و براکت منفی x رو کنار هم می‌نویسم، منفی 3 و مثبت 2 رو هم با هم جمع می‌کنم یه جا می‌نویسم. منفی 3 به علاوه 2 چند میشه؟ منفی 3 به علاوه 2 میشه منفی 1. خب چه فرضی به من داده؟ گفته فرض کن x صحیح نباشه، طبق نکته بالا x صحیح نباشه تو همچین تابعی خروجیم چنده؟ منفی 1. صحیح بود میشد صفر، صحیح نبود میشد منفی 1. جواب این تابه، خب اینم صحیح نیست، چه منفی 1؟ منفی 1 منهای 1 منفی 2، پس جواب این عبارت من شد منفی 2. چیز سختی داشت؟ نه، هیچ چیز سختی نداشت، چند تا خاصیت بود که از قدر مطلقم خیلی کمتر بود، خیلی روتین تر بود، چند تاشم کلان دو سه تاشم گفتم بهت خیلی مهمتر از بقیه است، تعدادش خیلی کمتر بود، کاری نداره، کافیه باش اخت بشی. دامنه تابع اف ایکس رو تعیین کنید. در توابع گویا من بهت گفتم دامنه چی میشه؟ میشه مجموع اعداد حقیقی هم آر منهای چیزی که داره مخرج صفر کنه، درسته؟ اما مال زمانی بود که من تو صورتم عبارت گنگ نداشتم، رادیکالی نداشتم. اگر یه تابع خاصی که دامنش هم خاصه تو صورتم هم داشته باشم، دامنه صورتم هم باید در نظر بگیرم و اشتراک بگیرم بینشون، یعنی دامنه صورت اشتراکش با دامنه مخرج. خب الان رادیکالی تو صورت دارم، زیر رادیکال من نباید منفی شه، خب اینم در نظر بگیر، با یه نگاه اینو متوجه میشی. اگر نه یه چند جمله عادی تو صورتت بود بلش کن، مهم نیست، هر چی می‌خواستی دامنش آره، هر چی بخواد داشته باشه، فقط به مخرج نگاه کن. اما اینجا رادیکالی دارم، پس دامنه صورتم هم باید در نظر بگیرم، زیر رادیکال بزرگتر یا مساوی صفر، زیر رادیکال من نباید منفی شه، واسه همین در نظرش گرفتم. منفی ایکس رو ببر اون ور، به این رسیدم. در واقع این با این هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی با این نمیکنه، ایکس کوچیکتر یا مساوی یکی دیگه. من چون همیشه تو ریاضیات از چپ میخونیم اینو جابجاش کردم که بهتر ببینیم، ایکس های کوچیکتر یا مساوی یک. بریم سراغ مخرج. ریشه مخرج رو باید در بیارم، از آر کمش کنم دیگه. ریشه مخرج من چیه؟ ریشه مخرج براکت ایکس رو مساوی صفر میذارم. نکته داشتیم، در واقع خاصیت داشتیم، خوب نگاه کن. براکت یک ایکسی مساوی یه عددی میشد، ایکس بین اون عدد و عدد علاوه همون عدد علاوه یک میشد. خوب نکن،
بین کا و کای بلبک میومد. الان براکت ایکس من مساوی صفر شده، پس ایکس من بزرگتر یا مساوی صفر و کوچیکتر از یک است. درسته؟ این چی شد؟ این قسمت رو حق ندارم به مخرج بدم، چون اگر این قسمت رو به مخرج بدم مخرجم رو صفر میکنه و کسر من رو زیر سوال میبره، پس این رو باید از دامنم حذفش کنم. اوکی؟ یعنی تو مقادیری که میتونستم به تابم بدم این قسمت رو از توش باید بردارم. اوکی؟ تنها محدودیتی که از صورت داشتم چی بود؟ گفتم ایکس هم باید کوچیکتر یا مساوی یک باشه، این یک باشه کوچیکتر یا مساوی یک، این قسمت رو از توش حذف کن، یعنی از صفر بسته، از صفر بسته تا یک باز رو از توش بردار، بذار زیرش بنویسم بهتر ببینی. از صفر بسته تا یک باز رو اتوش حذف کن، برش دار. چی میمونه؟ این منطقه منطقه ممنوع است، ممنوعه. چی میمونه برای من؟ صفر رو تو پره از تو آبی حذفش کنم چی میمونه؟ یه چیز تو خالی میمونه. از تو آبی حذفش کردم دیگه، این قسمت هم که باقی میمونه، هیچ چیز مشکی ندارم که تو آبی حذفش کنم. این قسمت ها همه مشکیه، پس از آبی حذفش میکنم، هیچی نموند. میبینی اینا مشکی ها رو حذف کردم، حتی این نقطه صفر رو توش برداشتم. تا اینجا دیگه نقطه یک رو از تو آبی حذف نمیکنم، چون جزء این منطقه ممنوع من نیست، تو خالیه. گرفتی چی شد؟ پس دامنه این تابع من، دامنه تابع اف من هست ایکس های کوچیکتر از صفر، یعنی از منفی بی نهایت تا صفر باز، از منفی بی نهایت تا صفر باز. اجتماع نقطه یک، فقط اینا رو حق دارم بهش بدم، خارج از این نمیتونم بدم، چون ممکنه اینو به هم بریزه، اینو منفی کنه، رادیکال نوازش منفی شه. اینم از این حل. خب رسیدیم به قسمت خیلی مهم به اسم رسم تابع جزء صحیح. اون تابع اصلی ایگریک مساوی براکت ایکس رو رسم کردم، اون تموم شد. حالا براکت کا ایکس رو میخوام رسم کنم. دقت کن، ایگریک مساوی براکت کا ایکس میتونه یک دوم ایکس باشه، یک سوم ایکس باشه، دو ایکس باشه، سه ایکس باشه، که یه همچین چیزی رو مثلا اگه بخوام بهتون بدن، یه همچین چیزی بهتون بدن توی بازه مشخص بهت میگه مثلا فلان چیز رو رسم کن. این تیکر پاک کنم، این قسمت گرفته فضا رو کرکسیف شد. خب خوب به تخته دقت کن، حواست اینجا باشه. از ما خواسته شده تا این نمودار رو بیام تو بازه آتابی آی بسته تا بی بسته رسمش کنیم. خب یه فرایندی داره که من کامل توضیحاتشو برات نوشتم که چی کار باید بکنی. من دیگه این توضیحاتو نمیخوام بخونم که اینجا روخونی کنم برات، میام همینا رو به صورت شفاهی میخوام برات توضیح بدم. خب برای مثال تو مراحلی که واسط به ترتیب نوشتم، بیایم تابع زیر رو رسم کنیم. خب بریم رو مثال. مثال این کار توضیح بدم خیلی بهتر میشه تو بخوام رو خونی کنم. ایگرگ مساوی قدر مطلق ایکس رو گفته تو بازه منفی دو تا سه رسم کن. خب ایگرگ مساوی قدر مطلق ایکس رو که من برای توضیحش رو دادم، کافیه چیکار کنی؟ بیای از ایکس مساوی منفی دو شروع کنی تا منفی یک به ترتیب، یه واحد یه واحد بری جلو تا ایکس کوچیکتر از کوچیکتر مساوی بزرگتر مساوی دو تا سه باز، و در آخر چون اینجا کروشه داره ایکس و مساوی
سه بذاری ایگرگاشونو به دست بیاری. خب بین منفی دو بسته تا منفی یک باز باشه خروجی جزء صحیح ایکس میشه منفی دو. به همین ترتیب میاد تا خروجی این چی میشه؟ دو. خروجی این چی میشه؟ سه. مثل همونی که بالا برات حل کردم دیگه، پله به پله میاد، شکلش رو وسط میکشم، اینو زیاد روش وقت نمیذارم. منفی دو بسته تا منفی یک باز میشه منفی دو خروجی. بازه ها اینجا بازه تا رسیدیم به در واقع سه باز و تو نقطه x مساوی سه نگاه کن چی میشه. ایگ دیگه من یک نقطه خواهد بود به عرض سه. تنها تفاوتش با بالایی در همین بود. خب بریم سراغ بعدی که فرق میکنه. اگر x من ضریبش یک نباشه یه عددی به اسم کا باشه چی کار باید بکنم؟ خوب گوش کن، تو کدوم بازه؟ ممکنه واسط بازه رو اینجوری نشون بده یا ممکنه بهت بگه مثلا ایگرگ مساوی جزء صحیح یک دوم ایکس رو در بازه منفی چهار تا چهار بسته رسم کن. تو چی کار میکنی؟ تو میای میگی آقا مگه ایکس من بین منفی چهار بسته تا چهار بسته نیست؟ داخل جزء صحیح چی دارم؟ یک دوم ایکس دارم. اینو تبدیل به یک دوم ایکسش کن. در هر سه قسمت این نامعادله یه یک دوم ضرب کن. یک دوم ضرب در این بشه میشه منفی چهار دوم یا منفی دو یک دوم ایکس. چهار ضرب در یک دوم بشه میشه چهار دوم یا همون دو. این چیزی که داخل جزء صحیح هست و بازشو به دست بیار. بازه اینو به دست آوردی؟ یک واحد جداش کن. یعنی x بین منفی ببخشید یک دوم x پاکون پاکون. خب یک دوم x بین منفی دو تا همه حالت یک واحد برو ببین اینجا دیگه مساوی نذاشتم تا منفی یک. یک دوم x بین منفی یک تا منفی یک بسته تا صفر باز. یک دوم ایکس بین صفر بسته تا یک باز و یک دوم ایکس بین یک بسته تا دو باز. در آخر هم من اینجا اضافه میکنم یک دوم ایکس، چون من بزرگ بزرگ مینویسم بهتر ببینید یکم وارد این قسمت شدم. یک دوم ایکس مساوی دو، دو بسته است. خب این بازه های یک دوم ایکس رو باید یک واحد یک واحد انجامش بدیم. نری ایکس رو از منفی چهار یک واحد یک واحد بری یا یک دوم ایکس رو جداش کن. خب الان دیگه میتونم بگم جزء صحیح یک دوم ایکس من ایگرگ مساویه جزء صحیح یک دوم ایکس که توی این بازه مقدارش چقدر میشه؟ میشه منفی دو. جزء صحیح یک دوم ایکس توی این بازه چقدر میشه؟ میشه منفی یک. توی این بازه چی؟ صفر. توی این بازه کار خودم رو راحت کردم که بتونم مقدار جزء صحیح یک دوم ایکس رو حساب کنم دیگه، ایکس بهش ندم تقسیم مرا دوش کنه. در این بازه هم میشه یک. در این چی؟ در این نقطه دو رو بهش بدم میشه تو. نه یا این دو گیر کنی یا هرچی بهش دادی و بگی صحیح بهش دادم دو، دو میگیرم. یک دوم ایکس من یعنی یک دوم ایکس رو بردار به جوش دو بذار، مساوی دو شده. خروجی جزء صحیح دو هم میشه دو دیگه. خب فقط نکته ای که وجود داره حواست باشه، من با رنگی مشخص میکنم که همین حواست باشه، این بازه یک دوم ایکس بین منفی یک تا صفر بین صفر تا یک رو این نمیتونی مشخصش کنی، تو ایکس رو باید مشخص کنی. در واقع میتونم بگم الان اینا شدن خروجی های مورد نظر تابع من، هر کدومش باید یه بازه ای داشته باشه برای خودش. بازه هاش این نیست، بازه هاش این نیست، بازه هاش باید بازه های ایکس باشه نه یک دوم ایکس.
چجوری میتونم واضح هر کدوم اینا رو بفهمم؟ خب اگه هر کدومشون یک دوم ایکس رو ندارم، هر سه قسمت هر کدوم رو ضرب در دو کن تا ایکس به دست بیاد. اینجا تقسیم بر یک دوم کردی این به دست اومد، حالا ضرب در دو کنی به قبلی برمیگردی دیگه. الان هر کدوم از اینا رو ضرب در دو کنم میشه ایکس بین منفی دو ضرب در دو میشه منفی چهار، منفی یک ضرب در دو میشه منفی دو. اینجا چی؟ منفی یک ضرب در دو میشه منفی دو، صفر هم ضرب در دو میشه صفر. میبینی دو واحد دو واحد داره میره بالا. اینجا بازش یک دوم ایکس مساوی دو بود، ضرب در دوش کردم ایکس هم شد چهار. خب رسمش چجوری میشه؟ ببین این الان این قسمت رو الان نادیده بگم جزئی جواب باید بنویسی، این قسمت نادیده بگیرم الان تابع من اینه، این تیکه که دارم دوش خط میکشم به ازای این باز خروجی منفی دو شد، به ازای این باز خروجی منفی یک شد، به ازای این باز خروجی صفر شد، یک شد، دو شد. بازه ها رو دقت کن، از منفی چهار بسته تا منفی دو باز خروجیم شده منفی دو، از منفی چهار بسته تا منفی دو باز دو واحد، از منفی دو بسته تا صفر باز خروجیم شده منفی یک. به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. و اما تو نقطه x مساوی 4 مقدارمون y‌مون دو شد. میبینی دو واحد دو واحد دیگه مثل جلو سعی ایکس نیست، یه واحد یه واحد بره جلو، هر دو تا واحد داره یه مقدار میشه به خاطر خاصیت این تابش هست. و اما امیدوارم که هیچ مشکلی نباشه که قطعا نیست، با شیوهی هم که من برای توضیح دادم قطعا مشکلی نداری، نوشته هاشم برات گذاشتم نکاتشو، طبق همین میتونی مراحل عمل کنی، سه مرحله داره، هیچ چیز خاصی نداره، مثالم که برات حل کردم، به خصوص اینو. مثال بعدیشو من کامل نمیخوام برات حل کنم، من یه لحظه اینجا رو خلوت کنم برات که سرت درد نگیره. ایگرگ مساوی جزء سعی 6 به علاوه 1، اولین نکته ایکست بین چند تا چنده؟ ممکنه بازم بهت میگم اینجوری ننویسه، بگه در بازه منفی یک بسته تا یک باز، مثلا اینجوری بنویسه در بازه همین، و تو بدون ایکست بین منفی یک بسته تا یک بازه، تو باید جزء سعی سه ایکست رو پیدا کنی، به این یک کار نداشته باش، سراغ جزء سعیت برو. پس اینجا نتیجه میگیرم سه برابر کردم همه اینا رو، بین منفی سه تا سه هست. حالا جزء سعیت رو پیدا کردی بازشو، هرچی که داخلش بود اینجا گذاشتی پیدا کردی بازشو، یه واحد یه واحد جداش کن. از این شروع میکنم، منفی سه تا منفی دو، یه واحد یه واحد میام تا به جایی که میرسم به دو تا، این سه ایکسش یادمون نره، سه ایکس بین منفی سه تا منفی دو به ترتیب یه واحد یه واحد اضافه میکنم، سه ایکس بین دو تا سه باز، دو باز سه تا سه باز. همه اینا رو نوشتم، دونه به دونم باید بیام حساب کتاب بکنم، میگم آقا بازه جزء سعی سه ایکس من بین منفی سه بسته تا منفی دوه، پس جزء سعی سه ایکس من توی این بازه مقدارش چقدر میشه؟ میشه منفی سه. اما مقدار ایگرگ هم چقدر میشه؟ جزء سعی سه ایکس هم شد منفی سه. اینجا نکته ای داره که تو اگر حواست بود بردی، جزء سعی سه ایکس هم شده منفی سه، با یه دونه یک جمع میشه میشه منفی دو. بازش هم در آخر پیدا کنه، اینم جزء سعی سه ایکسش هم میشه میشه دو. اما ایگرگ هم چی میشه؟ ایگرگ هم هست جزء سعی سه ایکس به علاوه یک میشه
دو به علاوه یک بازش هم پیدا کن. بازه این نیست، این 3x بین منفی 3 تا منفی 2 تقسیم بر 3 کن میشه بین منفی 1 تا منفی 2 سوم. اینو تقسیم بر 3 کنی من واسه این مینویسم با رنگ دیگه دوباره مشخص کنم یا قاطی نکنی. بازش میشه x بین منفی 3 سوم یا منفی 1 و منفی 2 سوم. در واقع میتونم بگم بازه های x من x سوم x سوم میره جلو. خب که اونم راه داره، اگر هر سه تا اینو یک واحد در نظر بگیرم این میشه یک سوم، دو سوم، سه سوم. خیلی راحت میتونم اینو رسمش کنم. اینم از این، بیشتر از این نمیخواد توضیح بدم. و اما تابع آخری که از این قسمت دارم x منهای جزء صحیح x، قیافش شاید ترسناک باشه ولی تو نیست، مثل همونه، هیچ فرقی نمیکنه. مثل همون جزء صحیح 3x به علاوه 1 میمونه. تو جزء صحیح تو پیدا میکنی مقدارشو، بعد ضابطشو با x مینویسی، بعد y تو به دست میاری. چه جوری؟ خب گوش کن، من میگم x هم ببین الان جزء صحیح x من ضریبش 1ه، پس همون جوری خیلی راحت میتونم این بازه رو یک واحد یک واحد جداش کنم از اینجا. یعنی اگه مثلا یک دوم یک سوم یا دو سه اینا داشت اون موقع مشکل داشتم، ولی اگه جزء صحیح x خالی باشه داخلش میتونم یک واحد یک واحد همینو جداش کنم. از صفر بسته تا سه باس، صفر بسته تا یک، یک بسته تا دو، دو بسته تا سه باس، تمام شد، سه تا شد. مقدار جزء صحیح x من توی این بازه چقدر میشه؟ میشه صفر. مقدار جزء صحیح x من توی این بازه چقدر میشه؟ یک. توی این بازه چقدر میشه؟ دو. رو به این ور گرد میکنه دیگه. بزرگترین عدد صحیح ما قبلش دیگه. خب اما مقدار جزء صحیح رو فهمیدم شد صفر. به جای این جزء صحیحه میذارم صفر. ایگرگ هم چقدر میشه؟ میشه x منهای صفر یا همون x. اینجا جزء صحیح x من شد یک. به جای جزء صحیح x میذارم یک. اما ایگرگ هم چقدر میشه؟ ایکس منهای یک. میبینی؟ به جای جزء صحیح ایکس گذاشتم دو، میشه ایکس منهای دو. یه خطه با نقطه یابی خیلی راحت میشه رسمش کنی. بازش در صفر بسته تا یک بازه، صفر بسته تا یک باز، خطش چیه؟ ایگرگ مساوی ایکس. رسمش کردم با نقطه یابی، دو تا نقطه بهم داده، صفر و صفر، یک و یک. تو نقطه یک و یک منتها حواست باشه دیگه، از صفر بسته تا یک باز نقطه بازشو باید بذاری. دوباره از یک بسته تا دو باز این خط، از دو بسته تا سه باز این خط، خطشو رسم کن. بهش میگیم در واقع، بذار اینجوری بهت بگم، تابع x منهای جزء صحیح x به صورت در واقع شیب شیب هست، شیب دار هست که همین تا ابد ادامه داره و تنها چیزی که محدودش میکنه دامنه هست که برای ما قرار داده. مثلا میگه تو بازه فلان تا فلان رسمش کن، ولی هیچ چیز ترسناکی نداره، ما خیلی راحت تونستیم بررسی کنیم نمودارش رو رسم کنیم. فقط من تنها نگرانیم این هست که تو هم الان نگرانی من رو رفع میکنی، تنها نگرانی این هست که این نقطه های باز رو رعایت نکنی که همین الان بهت گفتم یادداشت میکنی، علامت میزنی، نقاط باز رو فراموش نکنی. ببین کلاس تشریحمون تو اون ویدیوها خیلی مفصل در مورد جزء صحیح صحبت میکنیم، میترکونیم اونجا، ولی الان وقتش نداریم. الان سعی کردم هر چیزی که نیاز داری و بهت گفته باشم. واسه این کار زاده شدم، من این بار آماده شدم، من واسه این کار ساخته شدم، من بیتار